سلام دوستان عزیزم، امیدوارم عالی عالی باشه. با درس جدیدی از حفظ لغات زبان انگلیسی بدون فراموشی در خدمتتون هستم. خوشحال میشم که این ویدیو رو تا آخر ببینید و حتما بعد از دیدنش برای من کامنت بذارید دوستان و به من بگید که توضیحات من چقدر مؤثر بوده در یادگیری و استفاده این کلمات برای شما دوستان عزیز. دقت بفرمایید دوستان، بعضی از کلمات رو با یه سری تغییرات خیلی کوچیک، یعنی خیلی بعضی کلمات خیلی ساده رو با یه سری تغییرات خیلی کوچیک میتونیم تبدیل کنیم به یه کلمه‌ای که در همون حدود معنایی هست. مثلا کلمه right رو میشناسید دوستان، به معنی درست یا سمت راست رو هم میگیم right. پس right به معنی درست یا راست هست. خب من اگر یک استی بذارم اول right، کلمه straight که البته ما straight نداریم، کلمه استریت به دست میاد دوستان. استریت به معنی صاف یا مستقیم. مثلا در آدرس دادن میگیم go straight، یعنی مستقیم برو. یا مثلا میگیم I have straight hair، من hair یعنی موی صاف دارم. I have straight hair، من موی صاف دارم دوستان. پس straight در واقع یک استی اوردیم اول right شد straight که البته straight نداریم، با یک کوچولو تغییر straightش کردیم. این در واقع دوستان به این معنی نیست که حتما این اتفاق افتاده. من میام با این روش یه پل میزنم بین این دوتا کلمه که به نوعی باعث بشه استریت رو راحت تر یاد بگیرید. خب اما استریت رو میبریم توی یه کلمه بسیار پرکاربرد در ترکیب در واقع کلمه استریت فوروارد. استریت فوروارد یه کلمه بسیار پرکاربرد دو قسمتی. خب استریت به معنی صاف هست دوستان و فوروارد به معنی جلو هست. این یه ویژگی شخصیتیه. آدمهای استریت فوروارد چطور آدمهایی هستن؟ استریت هم، صاف هم، فوروارد هم، روبه جلو هم. آدمی که اینجوریه، آدمی که روراسته، آدمی که تعارف نداره، روراسته، صادق هست، بهش بگیم استریت فوروارد. مثلا بگیم he is a straight forward person. ها؟ اون یه آدمه، اون یه شخص استریت فوروارده، یعنی آدمی که هم صافه هم روبه جلوه، یعنی روراسته، اینجوریه. از همه شما دوستای گلم دعوت میکنم که به کانال تلگرام من وارد بشید،